بینندگان عزیز، سلام بر همه شما عزیزان در سراسر جهان. خاطره یوسفی هستم، خوش آمدین به برنامه کی میخواهد میلیونر شود. البته که امشب آقای خلیل الله میخواهد میلیونر شود و تا به حال بسیار عالی پیش رفتن، تانستن که 64,000 افغانی را از آن خود کنن در هفته گذشته که شما برنامه را دیدین و امشب میخواین ادامه بتن. چک برای ما پس دادن، گفتن که میخواین سوال 128,000 افغانی را هم جواب بتن و موفق شون. ببینیم که آیا میتونن میلیونر برنامه ما شون یا خیر. خوش آمدین بسیار زیاد آقای خلیل الله، چی حال دارین؟ شکر، بخیر باشه. سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا، خصوصاً برنامه میلیونر. چطور بوده یک هفته که گذشت؟ در فکرتان چی سوال های آمد در ذهنتان؟ گفتین که سوال 12 هم چی سوال خاط باشه، آیا میتونم میره جواب بتم؟ نه، تصورات وجود داشت که عموماً انسان که وقتی که امتحان میداشته باشه لبند دلش بسیار سوال های سوال میگرده دیگه. ما به ذهن و فکر آمدیم باشه چی میشه بخیر. هفته گذشته سوال چند کردم اگر میلیونر شوین چی میکنین، گفتین نمیفهمم. هر وقت که میلیونر شوم بازی سوال جواب میتم. حالا چطور فکر تو نشون یکم نزدیکتر شدیم به سوال 15 هم؟ بله، نیت دارم که بخیر اگر میلیونر شدم بتونم خدمت به دوستا بکنم. بسیار عالی، نیت خوب. دوستا گفتین، کدام دوستتان امشب در استدیو میلیونر آمده که تشویق دادن؟ بازم هم دوست هفته قبلی ما از رحمان جان آمدن. آقای عزیز رحمان، باز هم بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین در برنامه میلیونر. تشکر، سلامت باشین. من هم خدمت شما و تمام حضور در تالار بینندگان محترم در تلویزیون آریانا سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. در خدمت هستیم. زنده باشین. چطور در سوال 12 هم آقای خلیل الله رسیدن و اگر موفق شدن نظر شما چی هست؟ فکر میکنین میلیونر شون؟ باید شوند دیگه. سوال، هر سوال از خود جواب دارد. بله. اما یک چیزی که وجود داره او حراس است از امتحان، مثل که هتلر از جنگ جهانی دوم از فتح برلین حراس نداشت، اما بله، از امتحان میترسید. ما هم همونطور یک دچار یک واهمه و حراس هستیم، امیدوارستیم موفق شویم. یا که ناپولیون که سوال کرده بودن که فردا یک جنگ بسیار بزرگ را باز هم پیش دارن، فکر کرد گفت خب جنگ است، من فکر کردم که امتحان است. بسیار زیاد ترسیده بود. خب اما ما شما همه ما یک ترس و حراس داریم واقعا از امتحان، اما خب امتحان ما را خود تا به حال بسیار موفقانه تانستین که پیش ببرین و خوب جواب دادین و صرف 4 سوال باقی مانده و سوال 15 هم که سوال 1,000,000 افغانی است. موفقیت برتون آرزو میکنم. تشکر، بخیر. سوال با هم ببینیم و دوستان هم هستن تقوی دلتان هستن در استدیو شما را حتما تشویق میکنن با کف زدن. سوال 12 هم میبینیم که جایزه 128,000 افغانی داره. بسیار جالب شده بینندگان عزیز، میشه که آقای خلیل الله اولین میلیونر برنامه ما شوه یا که نه. خب سوال با هم میبینیم. میبینیم، بخیر. رشد سالانه تولید ناخالص کشور مالایزیا در سال 2010 میلادی چند فیصد بود؟ الف 8.0، ب 8، ب 7.2، جیم 6.6 و یا دال 7.22. نیست سالای اخیر همه هست؟ بله، خوب دقیق باشین. 2010، دو سال قبل. گومن کشور مالیزیا از نگاه اقتصادی دائم در رشد بوده در اواخر دهه اخیر، اما این فیصدی ازی کدام فیصد است؟ واقعا جای مکس است. میخوایم که لحظه فکر کنم. فکر کنین؟ خب عمیق باشین، چون لایف لاین هم باقی نمونده. نمیتونین که از وسیله کمکی استفاده کنین و خوب دقیق باشین، متوجه سوال باشین که چند فیصد میتونه باشه. بالای کدام جواب ها شک دارین؟ فکر میکنین که اصلا امکان نداره؟ امکان نداره. سر گزینه الف و گزینه دال تصورم نیست که فکر نکن باشه، و گزینه ب و جیم احتمالا، یا ب و دال احتمالا ب و دال باشه. تصورم نیست که شاید گزینه ب باشه. ب باشه. 7.2 فیصد.
طبعا در رشد اقتصادی فیصدی های عشایره وجود داره، حالا فکر نکنم باشه طوره که به من وزاست وجود نداره. خب اما عشایره که وجود داره 7-2 فکر کنم که میره. صد فیصد مطمئن نیستین؟ اگر صد فیصد مطمئن نیستین میتونین که برنامه را دارم اینجا یعنی که استاپ کنین ولی و ادامه نتین، به خاطر که اگر جوابتان اشتباه باشه پس دوباره در مرحله دوم میرسین که 32,000 افغانی هست. بعد از خودتان هست است میتونین که برنامه را استاپ کنین بگوین که من ادامه نمیتونم چون صد فیصد مطمئن نیستین و وسیله کمکی هم باقی نمانده که شما از یکی از لایفلاین ها استفاده کنید؟ نه، وسیله کمکی هم وجود ندارد. مجبور هستم چون کال چانس هست باید استفاده کنم. اگه قبولم نکنم، اگه انتخابم نکنم، هم یک چیز دل انسان میمون. اگه انتخابم بکنم، اگر انتخاب بکنید و اشتباه باشه باز در مرحله میرسین که صرف 32,000 افغانی میتونن به دستتون بیاید و غیر از او میتونین که با این پول به ما ترک کنید با چکی که در هفته گذشته بهتون داده شده بود. انتخاب میکنم یعنی 64,000 افغانی انتخاب میکنن. انتخاب میکنن یعنی که میخواین که لاک شوه یک یک گزینه لاک شوه. یعنی که شما برای ریسک هستین؟ نه قبول دارم. همیشه در زندگیتون ریسک میگیرین؟ طبعا خطر هدف خطر خطر طبعا دیگه تو انسان خطر چی نکنه تصور نکنی واقعا پیروزی نمیرسه. جرأت به خطر برای از اینکه آدم بتونه که با خطر هم مواجه شوه باید داشته باشه. داشته باشه به غیر از اون نمیتونه که با مخاطرات بیشتر برسه. خب فکر کنم جواب داره قبول میکنم. جواب داره قبول میکنم بیشتر به این گفتیم. خب تصورم زینم گشت داره باید انتخاب. آها صد فیصد مطمئن هستیم؟ خب صد فیصد مطمئن نیستم اما تصورم بیشتر به میگشت. لاکش کنیم؟ لاکش جواب دار؟ آخرین تصمیمتان است؟ آخرین تصمیم است و دار لاکش. پس از کامپیوتر خواهش میکنم که گزینه دال قفل کنه. بینندگان عزیز بسیار صحنه اساس است. واقعا 128,000 افغانی پول بسیار زیاد است اما تنها مسئله پول نیست بلکه آیا این سوال درست جواب داده تا نیستی؟ پولش خب مطرح نیست دیگه. می‌بینی تا کجا حدس ما حقیقت. گزینه داله انتخاب کردین و گفتین که می‌خواین که پیش برین. پیش برین و ریسک هم انتخاب کردین. طبعا اگر اشتباه باشه پس و مرحله میرسین که صرف 32,000 افغانی میتونه به دست شما بیایه. گزینه دال آیا درست است؟ گزینه دال 128,000 افغانی و سوال 12 بینندگان عزیز. آقای خلیل‌الله بسیار موفقانه پیش رفتن و میخواین ادامه بتن. گزینه دال متاسفانه که درست نیست. هایف گزینه بی درست بوده. انتخاب اول شما بود. هایف کاش که انتخاب میکنید. اگر چه سوال هم کردم از شما که مطمئن هستین باز کم شک به دلتان پیدا شد باز هم جگرخون نباشین. به خاطر که انتخاب ارزی باز هم مرحله دوم شما دانستین که بسیار خوب پیش ببرین و 32,000 افغانی البته به دست شما آمده. خب زندگی همیشه بریسک است و طبعا بعض وقتا بعض مسائل آدم بسیار مطمئن می باشه اما اون چیز نمی باشه. خب
باز هم بر شما موفقیت زیاد آرزو میکنم. تشکر. چون بسیار عالی برنامه را پیش بردین. تشکر. و 32,000 افغانی هم جایزه بسیار خوب است. سوال 12 هم سوال بسیار مشکل بود. همیشه موفق باشین. تشکر. و تشکر که دوستان شان میتونه که بسیار برنامه را خوب پیش بردین. تشکر من. تشکر. برنامه های میلیونر را تعقیب کنین و همیشه برنامه ما را تماشا کنین. برنامه تلویزیون آریانا خوشم برنامه میلیونر جان سپاس که چانس برام مساوی شد که در آرسید بشینم دیگه این مادیاتش کدام معنی نداره اما مادیاتش بسیار عالی است. تشکر از همه شما. سلامت باشید. موفق باشید. بینندگان عزیز، آقای خلیل‌الله تارس که با 32,000 افغانی برنامه ما را ترک کنه، بسیار موفقانه برنامه را پیش بردن. سوال بسیار مشکل بود. خب خواستن که از ریسک استفاده کنن اما متاسفانه که نتونستن درست جواب بدن چون شک به دلشان پیدا شد. یک وقفی کوتاه داریم، شما جای دیگه نرین، برنامه ادامه داره. باز هم شانس به یک اشتراک کننده نو داده میشه. تا چند لحظه. بینندگان عزیز، آقای خلیل‌الله تانست که با 32,000 افغانی برنامه ما را ترک کنه. متاسفانه که نتانست سوال 128,000 افغانی را جواب بده چون متردد شد. اگرچه اول انتخابش درست بود، خب بازم در آخر انتخاب خود تغییر داد. باز هم بسیار موفقانه برنامه را پیش برد به خاطر که سوال بسیار مشکل بود و حال شانس داده میشه با 10 اشتراک کننده جدید که شما کوشش کنین خوب سریع جواب بدین دوستای عزیز و البته خوب متوجه باشین به خاطر که سوال اول سرنوشت ساز است و شما صرف یک نفر از شما میتونه که در هات سیت را بیافه و تا سوال 1,000,000 افغانی هم امکانش است که پیش بره و شاید که میلیونر برنامه ما شوه یکی از شما. خب آماده هستین به سوال اول؟ پس خوب متوجه باشین، سوال ما براتون میخوانم. اعداد زائل را از کم به زیاد مرتب نمایید. وقتتان در اینجا آغاز میشه. 400 200 1000 2000 وقتتان ختم شد. سوال دوباره با هم میبینیم. اعداد زائل را از کم به زیاد مرتب نمایید. جوابی که می‌خواستین بشنویم 200 400 1000 و 2000. کی ها تونستن که موفق شون؟ او نام خدا اکثریت و از بینشان موفق شد. شفیع الله. شفیع الله جان بسیار عالی. آماده هستین برای هات سیت که منتظر شما هست؟ بله آماده هستم. پس بفرمایید. بینندگان عزیز، آقای شفیع الله موفق شد و دستانش بسیار تیز بود، خوب سریع جواب داد. حال شانس داره که میلیونر برنامه ما شود. بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت حاضرین و بینندگان تلویزیون آریانا. سوال اول خو درست جواب دادتانستین، بسیار خوب بود که سریع جواب دادین و شانس یافتین برای هات سیت. دوستتون کی است که امشب آمده شما را تشویق میکنه؟ اسم ما اقبال احمد است. اقبال احمد اسم فیلم است. بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه میلیونر. تشکر از شما و ما هم به نوبه خود سلام های خدا به تلویزیون بینندگان تلویزیون آریانا و حاضرین در تالار و همچنان به شما سلام های خدا خیر مقدم میگویم. سلامت باشین. دیگه شما تقویه دل هستین برای آقای شفیع الله که امشب در برنامه ما میخواید دیگه میلیونر شوه. اگر میلیونر شدین چی میکنین؟ میخوایم مصرف تحصیلات رو میخواد. بسیار عالی. تصمیم بسیار عالی است. خب برای اول برنامه خواه حتما آشنایی دارین چون برنامه رو میبینین. همونطور است؟ تعقیب میکنین؟ بله. هر هفته تعقیب میکنین؟ بله بعض وقت تعقیب میکنین. بسیار خوب. خب ما در برنامه خود 15 سوال داریم و 3 مرحله. مرحله اول برنامه میلیونر جایزش 1,000 افغانی هست. مرحله دوم 32,000 افغانی و مرحله سوم 1,000,000 افغانی است. و در لابلای سوالات اگر به خودم مشکل مواجه شده میتونید از 4 وسیله کمکی استفاده کنین. حاضرین در تالار 50-50 تماس با دوست از طریق افغان بی سیم و کمک از مشاور برنامه که تا سوال نوم از او میتونید استفاده کنین. درست است.
چطور از خود آماده احساس میکنین به سوال اول؟ بله. پس بیاین که سوال اول ببینیم که جایزه 100 افغانی است. در جریان مسافرت کدام نماز باید مکمل خوانده نشود؟ الف سنت، ب فرض، جیم واجب و یا دال مستحب. در جریان مسافرت باید نمازهای فرض قصر خوانده شود یا مکمل خوانده نشود؟ نمازهای سنتش خوانده نمیشود. گزینه ب. گزینه ب کاملا درست است. معنی دقیق واژه موحد چیست؟ الف وحید، ب واحد، جیم وحدت و یا دال یکتا پرست. گزینه دال یکتا پرست. یکتا پرست کاملا درست. سوال سوم جایزه 300 افغانی داره. طالقان مرکز کدام ولایت است؟ الف تخار، ب بدخشان، جیم سمنگان و یا دال کندز. طالقان مرکز ولایت تخار است. الف. الف باز هم کاملا درست. خودتان از تخار هستی؟ خودم هم از تخار هستم. بله. از بخاطر خوب زود جواب دادتان هستی. سوال چهارم می‌بینیم که جایزهش 500 افغانی هست. معدن یاقوت در کدام ولایت افغانستان قرار دارد؟ الف فاریاب، ب لغمان، جیم بدخشان و یا دال هرات. معدن یاقوت در ولایت بدخشان هم یاقوت و لاجورد دارند. باز هم کاملا درست. سوال پنجم جایزهش 1000 افغانی است آقای شفیع الله که اگر درست جواب دادتان استین به مرحله دوم را میافین. برای نموی استخوان کدام ویتامین بیشتر مفید است؟ الف ویتامین K، ویتامین C، ویتامین D و یا ویتامین B؟ کدامش برای استخوان؟ برای نموی استخوان ویتامین D که در اثر شعاع آفتاب در جلد انسان تولید میشه، ویتامین D. مطمئن هستید؟ بله. گزینه جیم باز هم کاملا درست است. خوش آمدین به مرحله دوم برنامه میلیونر. تشکر. یک هزار افغانی رو خواهد آن خود کردیم. خب علاقمندی در پولی ازی که شما مطالب هستین به سپورت دارین، به کدام ورزش؟ به ورزش فوتبال بیشتر علاقمند هستم. خودتان در کدام تیم هستین؟ در کدام تیم نیستم، مگم مسابقات فوتبال رو تعقیب میکنم. و شوقی خودتان هم بازی میکنین؟ بله بعضی وقت بازی میکنم. در کدام قسمت میدان هستین؟ در سنتر هستیم. سنتر هستیم. بسیار خوب. دوستان هم امشب با شما آمده که تشویقتان میکنن. کی هستن و آیا اونا هم در تیمتان هستن؟ اقبال احمد بله اونا هم فوتبال میکنن. بیشتر وقت فوتبال میکنن. خوش آمدین بسیار زیاد به برنامه میلیونر. تشکر. زنده باشین. همچنان شفیع جان واقعا که یک مرحله را بسیار به خوبی پیش رفت و بسیار آرزوی موفقیت شما میخوایم که انشالله به مرحله بعدی هم سقوط کنه، یعنی صعود کنه و موفق باشه. و امیدوار هستیم که میلیونر برنامه ما شود. خب شما هم خوب تشویقشان کنین با کف زدنتان، حتما برشان بله قوت دل پیدا میشه. خب سوال ششم ما جایزش 2000 افغانی هست و شما کوشش کنین که خوب متوجه باشین. 4 لایف لاین دارین در برنامه که شانس بسیار زیاده هست از او هم میتونین استفاده کنین اگر متیقن نبودین به سوالات. خب میبینیم سوال با هم که جایزه 2000 افغانی داره. بازی المپیک اولین بار رسما در کجا برگزار گردید؟ الف افغانستان، ب استرالیا، جیم بهارت و یا دال آتن. چی فکر میکنی؟ کدامش میتونه باشه؟ بازی های المپیک که چند ماه قبل در لندن برگزار شد.
میخوایم از گزینه 50-50 استفاده کنم. 50-50. بسیار خوب. بالای کدوم جوابها شک دارین؟ فکر میکنین که او اصلا هیچ امکان نداره؟ فکر میکنم افغانستان و بهارت امکان نداره باشه. آها، ببینیم که کامپیوتر چی میکنه. کدام جوابها را حذف میکنه؟ خب، الف رفت افغانستان. همه گزینه جی مانده. بالای ازو شک داشتین. چی فکر میکنین؟ کدامش میتونه که درست باشه؟ و گزینه دال میخوایم. دال انتخاب میکنیم؟ لاکش کنیم؟ پس از کامپیوتر خواهش میکنم که گزینه دال لاک شود. و جوابتان کاملا درست است. خب بسیار عالی. 2000 افغانی را خواهد از آن خود کردیم. بسیار عالی پیش میرین و سوال هفتم میتونین که این پول دو چند بسازین، یعنی 4000 افغانی. در جریان جنگ جهانی اول پادشاه افغانستان کی بود؟ الف امیر عبدالرحمن خان، ب امیر حبیب الله خان، جیم امیر شیرعلی خان و یا دال امیر دوست محمد خان. در جریان جنگ جهانی اول امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان بود که باز موقف بی‌طرفی را در جنگ اختیار کردن. بسیار عالی. خوب در تاریخ اطمان زیاد علاقه مندی دارین و متوجه بودین. بیشتر خواندیم بله تاریخ. در صرف چندو میره خواندیم؟ بایدتان هست؟ در صنف دوازدهم سال. در صنف دوازدهم سال. خوب خیلی تازه در فکرتان مانده. بس به این مانو لاک شوه؟ لاک شوه بله. 100%؟ 100% مطمئن است. پس از کامپیوتر خواهش میکنم که گزینه بی قفل شوه. امیر حبیب الله خان آیا درست است؟ دوستان میگن بله. اگر درست باشد 4000 افغانی میتونه به دست شما بیایه. گزینه B کاملا درست است. بسیار عالی. 4000 افغانی را خوازان خود کردین و با سوال هشتم رسیدین که جایزهش 8000 افغانی هست. بسیار زود سریع جواب دادین. متوجه بودین. به تاریخ زیاد علاقه مندی دارین؟ به تاریخ بیشتر برای. مضمون دلخواهتان دیگه چی هست؟ بغیر از تاریخ. بغیر از تاریخ مضمون ریاضی. ریاضی. خوب هستین؟ خوبم هستم بله. خوبم هستم و تصمیم دارم که دوینده به مورشتم درس بخونم. یعنی کدام رشته را انتخاب میکنید؟ میخوایم اقتصاد بخوانم دو اینجا. اقتصاد خوب. در اونجا باید بر ریاضی بسیار خوب باشه. بله اقتصاد باید. باز آینده چی میخواین شوین؟ چی تصمیم دارین؟ بعد از یک تحصیلات ختم کردین. خب پانزده اقتصاد آرزوی بزرگ ماست. بعد از او یک فارغ شوم و تصمیم میگیرین که بله. در کدام رشته دیگه برین؟ یعنی کدام رشته تخصص؟ در اون رشته میخوایم کار کنیم. بسیار عالی. خب و در پالش گفتین که علاقه‌مندی به ورزش دارین. در فوتبال خوب هستین. خب سوال هشتم که جایزه 8000 افغانی داره با هم میبینیم و امیدوار هستم که باز هم موفقانه جواب بتین. 3 لایف لاین دیگه هم باقی مانده که زو میتونین استفاده کنین. شانس بسیار زیاده دارین. از وسیله کمکی 50-50 خواه استفاده کردین. خب پس بیاین که سوال با هم ببینیم. افغانستان در کدام سال عضویت سازمان ملل متحد را به دست آورد؟ الف 1920، ب 1919، جیم 1922 و یا دال 1946. عضویت سازمان ملل متحد چی وقت بعد از افغانستان آمد؟ گزینه دال 1946 بعد از جنگ جهانی اول. که از سال چند تا چند بود؟ جنگ جهانی اول از سال 1939 تا 1945. بسیار عالی. نمیخواین از لایف لاین استفاده کنید؟ نه خیر، چون خود سازمان ملل متحد هم در سال 1945 تأسیس شده بود، سال دیگر نیست. بسیار با تاریخ دقیق هستن. یعنی که لاک شوه؟ نمیخواین فکر کنید؟ نه خیر نیست. 100%؟ 100%. بس از کامپیوتر خواهش میکنم که گزینه دال لاک کنه. 1946. جوابتان باز هم کاملا درست است.
بسیار عالی پیش رفتین و 8000 افغانی را از آن خود کردین. نماینده دائمی و کنونی افغانستان زاهد تنین است که در سپتامبر 2006 این پست به دست آورد. و جواب شما هم کاملا درست است. خب به تاریخ زیاد توجه کردین. خوب است. خوب است. سوال آسان بود. خب سوال نوم جایزه 16000 افغانی است. یعنی باز هم پول میتونین دو چند بسازین و بینندگان عزیز باز هم از سی لایفان دیگر استفاده نکردن، خودشان جواب دادن، شانس بسیار زیاد دارن به این که نزدیک شوند به سوال 15 افغانی را به دست بیارن، اما در این برنامه نه، بخاطر که وقت برنامه ما به پایان رسید. ما ناگزیر هستیم که برنامه را به هفته آینده ادامه بدیم چون وقت بسیار کم هست، اما شما شانس بسیار زیاده دارین، میتونین که 16000 افغانی را به دستتان بیاورین با سوال نوم و البته از شانسای خود استفاده کنین، از وسیله کمکی هم استفاده کنین. بسیار عالی پیش رفتین. شانس دارین که یکم دیگه معلومات پیدا کنین در این هفته، کتاب های تاریخ بخونین و بعضی کتاب های دیگر را مطالعه کنین، میشه که سوال های از او بین از او کتاب ها بیایه. خب بینندگان عزیز، شما هم شانس دارین، میتونین که در هاتسیت را بیافین، البته از طریق شبکه افغانی بیسیم که نه تنها ارتباط دهنده افغانستان است بلکه ارتباط دهنده شما با ما در هاتسیت است که از طریق 2525 میتونین که با ما با تماس شوین و بیاین خود آزمایش کنین. و البته برنامه میلیونر را فراموش نکنین. باز هم هفته آینده ما منتظر شما هستیم در هات سیت. همیشه سربلند باشین. تا دیدار.